که شعر ترانگیزم از خاطر که هزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد آیا از لعن تو گریابم انگشتری زنها صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد خدا دلم غمناک نباید بود از سن حسود ای دل شاید که چو با بیدی خیر تو در این باشد کل کلت فهمی زین کل که خیال انگیز هر کل نکلت فهمی زین کل که خیال انگیز نقشش به حرام ار خود صورت گرچین باشه بسم الله الرحمن الرحیم امروز حالا یه علت نیست علل مختلفی که میگن دین اسلام دین شمشیره به شجاعت و رشادت علی پیشرفت کرد. البته همین حرف رو با یه عبارت مختصر کوتاهی مختصرتری خود ما شیعیان هم میگیم. وقتی اون واعظ یا اون روزنامه نویس میگه که علی در یه روز 4000 نفر رو کشت حتی نمیشه در 3 روز یا در یه روز نمیدونم
برای شبانه روز 24 ساعت هر ساعتی 60 دقیقه هر دقیقه 60 ثانیه. آخر گوسفند هم 4000 تا گوسفند رو نمیشه در یه روز دروزن. اینو ما خودمون میگیم. بله چرا ما وقتی علی رو میخوایم یاد بکنیم فقط اون شمشیر به قول خود ما دو شاخش در نظرمون میاد؟ شمشیر خوب مظهر آدم کشیه، مظهر چیزه. وقتی ما خودمون بزرگواری و نام علی رو زیر سایه شمشیر ذکر میکنیم، خب چه توقع داریم از اون کسی که دشمن ماست بگه بله همینجوره؟ علی اگر جانی مهمتر از خودش جانش دید، حاضره برای حفظ و جانش هم فدا کن. مگر قضیه لیلت المبیت غیر از اینه؟ تمام دشمنان جمع شدم کمین کردن نگذارن کسی از این منزل فرار کنه، بیرون کنه و بره به چیز، بره از شهر بیرون. کی حاضره در اینجا به جای اون جل بخوابه؟ علی جانش حاضر فدا کنه برای کی؟ برای پیغمبر. یا از اون طرف حاضر است جانش فدا کنه ولو بر این یا وظیفش انجام نده، جانش رو وظیفش انجام نده، برای این که یه امر الهی انجام شده باشه. در همون جنگ سفند بود بندن، علی شمشیر میزد، دو تا قشونه معاویه، دو تا سیاست مدار دیندن داشتن، یکی خود معاویه، یکی امرآس. یعنی دو نفری که اون صحابی گفته بود من پیغمبر شنیدم شما دو نفر داشتید میرفتید از پشتتون به ما بود مجلس، پیغمبر فرمود که هر وقت دیدید این دو نفر با هم شمشیر بزنید ازشون، اونا را از هم جدا کنید. یعنی اینقدر شیطان بودن، هوشیار عرب مشهورن. جنگ میکرد، در جنگ رسید به امرآس،
شمشیر رو کشید میخواست امنهاز بدنه لباس های عربی هم دیدن یا پیران دراز زیرش چینید امنهاز لباس شکزد بالا حضرت آنه شاه خنده شام گرفت یا نگرفت به هر جد شمشیر رو آوردن پایینم بعد چون گفتن که این دیدم احترام دستوری که دادن و اینا پیغمبرم این جور چیزها رو تأیید میکرد البته این جنگ صفین از وان پیغمبر نبود پس علی به جان و جان امرآس باشه احترام میذاره یعنی جانی که خداوند به امرآس داده ولو موجب اون چیزا شده بود ولی این جان محترمه اون که جان بدهد اگر بکشد رواست ولی هنوز خودش رو شاید یا توجه به این نداشت یا خواست به دیگران توجه بده ما هم همش از شمشیر علی یاد حالا این علی همون جوره که عکسش درست میکنیم مجسمه درست میکنیم که هیچ کنم از اینا معلوم نیست لازم هم نیست بدونیم علی چه شکل بود قد و بالا و چنین نیست که شعرها میگن بعد شعرها نه علی علیه السلام گفته قدش کوتاه شکم بزرگ و چاختر ولی خیلی چاپک چست چاپک از عجایب این دیگه لازم نیست که ما این حرفا رو بزنیم علی شمشیر داشت ولی دل رحم داشت به طوری که روزه گرفته بود و سائلی آمد افطارش داد به اون سائل خودش چی نکرد یا تمونت آم علا حبی مسکینن و یتیمن و اسیرم اینها رو ما یادمون رفت اینها از اینجور یادآوری های چه اینجوری از یک طرف برای دوستان اسلام نمیه انحراف فکری ایجاد میکنه از یک طرف برای دشمنان اسلام یه وسیله خیلی چیز وسیله و مستندی برای چیز درست کرده علی میگه علی اونی بود شهریار خوب حرفی زده اینجا میگه علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سبا فکندی همه سایه هما را ها سایه هما برق افسانه ای نعمت میاره همه سایه هما را یعنی همه نعمت هایی که از ماها نعمت میدونیم سایه هما میدونیم اینا را دور انداختیم علی رو خیلی حاضر بودن البته در اون ایام غیرت قبیله خیلی زیاد بود
ولی خب مهزانه کادر بودن خیلی از کسانی که قمخش علی بودن یا دشمن بودن که یک قرارداد صلحی چیزی با علی ببندن. ولی علی از اول تا آخر یک جور بود، در یک خشون را چیز بود. این خیلی مهمه، مهم بوده است. از اینجا ما میفهمیم که در دنیای امروز یه روز با یکی برادریم، برادر عزیز یا فلان و بهمدان و اینا، یه روز دیگه دشمن خونی میگه ما با اون در سر یه میز نمیشینیم، نه اونش دلیل داره نه اینش دلیل داره. ولی علی یه بار پیغمبر وقتی که هنوز علی در خانه پیغمبر بود فرمود که بیا شهادتین بگو که تو هم مسلمان بشه. گفت شهادتین چیه؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله. علی گفت که اجازه بده برم از پدرم بپرسم یا مشورت کنم. پیغمبر فرمود خیلی خوب برو. از این سال معلومه که پیغمبرم یقین داشت که ابو طالب مسلمان است و الا میگفت به پدرت چه مربوطه، کما اینکه خود علی فهمید. اینو تا دم در رفت برگشت، پیغمبر فرمود چرا برگشتی؟ علی عرض کرد که یه رسول من فکر کردم که من خدایی که من آفریده با پدرم مشورت نکرد، از اون مشورت نخواست، من چه مشورت کنم؟ نه. برچت ما تجلیلی که در ذهن خودمون از علی میکنیم نظیر همون شعر اون چوپانه که میگه تو کجایی تا شوم، به خطاب میگه، به خدا میگه تو کجایی تا شوم من چاکرم، چاروغت دوزم کنم شانه سرت چیچید. خدا را چم چیزی فرض بکن مثل یه دوست یه انسانی که خیلی میخواد من بعد فهمید. ما الان هنوز در این مرحله ایم، خدا و مظاهر خدا علی این حاله از یه طرف هم اون ارادت به ما شیعه ها لقب رافضی بدن، یعنی از دین رفته بیرون. از طرف موجب، شاید موجب این شده که مکتب وهابی و امثال اینا ایجاد بشه. به عکس اینها چون در قبایل عربی اینا تعصبات خانوادگی خیلی موثره، تعصبات امروزی که علیه خاندان علی و بنی هاشم باشه موجب شده که از اون وریه انحرافه که خطرناکی بکنه که از زمان خواهد. انشاءالله خداوند ما را در این راه باریکی که میریم از سقوط در دست راستمون و دست چپمون حفظ کنه.